و حالا برای خداوند عیسی مسیح تشویق شاهانه. دوستان عزیز و با ارزشم، امروز روز پربرکتی است. امروز در مورد پادشاه داوود و جنگ‌هایی که انجام داده صحبت می‌کنیم. چون داوود حتی در یک جنگ هم شکست نخورد. در آن زمان با چوب و شمشیر می‌جنگیدند. همه جنگ‌ها تن به تن بود. با هیکل و سلاح‌هایی که در دستشان بود جنگ می‌کردند. حتی یک انگشت و یا یک چشم هم از دست نداد. حتی نه زخمی بود و نه زخمی ماند. پس اسرار داوود در این جنگ‌ها چه بود؟ لطفاً به همراه من مزامیر 140 را باز کنید. در اینجا داوود با ما حرف می‌زند و می‌دانید که ما خودمان هم در حال جنگ هستیم. التی پاولوس گفته بود که جنگ ما یک جنگ معنوی است و جنگ ما در برابر گوشت و استخوان و خون نیست. جنگی معنوی است. در آنجا منتظر می‌مانند و در سر هر فرصتی در مقابل شیاطینی که به ما حمله می‌کنند می‌ایستند. مزامیر 140 در آیه 7 و فراموش نکنید که کتاب مقدس فقط برای خواندن و حفظ کردن نیست. مفهوم چیزهایی که یاد گرفتیم را از خداوند باید یاد بگیریم. و داوود برای نوشتن اینها از طرف خداوند متبرک شد. همه ما باید واقعا آگاه باشیم که شروع به دریافت چنین متبرک شدنها بکنیم. مزامیر 140 آیه 7 داوود چنین میگوید: ای یهوه خداوند، که قوت نزات من هستی، تو سر مرا در روز زنگ پوشانیده ای. در مورد این آگاه باشیم. داوود می دانست که در زنگ معنوی دشمن خیلی عاقل هست، بسیار حیلگر است و مصمم است که ما را کلا نابود کند. کتاب مقدس این که شیطان ابتدا فرشته بود را به ما می گوید. پس با آنکه چگونه باید مبارزه کنیم در مقابل شیاطین وسوسه کننده، به وسوسه شدنتان فکر کنید که برای سرقت یک بانک وسوسه شدید و یا برای خرید و فروش مواد مخدر. انسان‌های زیادی می‌شناسم که این کار را انجام می‌دهند. هیچ اتفاقی برایشان نیفتاد. و یا به هر کار ناشایست دیگری را فکر بکنید. و این وسوسه‌ها می‌آیند و در خیلی وقت‌ها انسان را کنترل کرده و به انجام کار مجبور می‌کنند. در این جنگ چگونه می‌توانیم مبارزه کنیم و شکست نخوریم؟ پادشاه داوود در اینجا می نویسد: خدایا، تو سر مرا در روز زنگ پوشانیده ای. و در بیانیه دیگری خداوند افکارم را محافظت کرد. خداوند به من یاد داد که از وسط زنگ فرار نکنم و از ضربات شیطان چطور نجات پیدا کنم. و تنها چیزی را که احتیاج دارم این است، برکتی که از کلام خداوند می گیریم. دشمن در تلاش است که آن را از ما بگیرد. خدایا، سرم را با دستان خودت محافظت کن. خدایا، افکارم را راهنمایی کن. خدایا، به من نشان بده که چه کار باید بکنم. اگر خداوند این کار را انجام دهد، شما پیروز خواهید شد. و اگر انجام دادن این کار را نخواهیم، خدا هم نمیتواند انجام دهد. فراموش نکنید که کتاب مقدس توسط داوود یا نویسندگان دیگر نوشته نشده است. کتابی که از طرف روح القدس نوشته شده. کتاب رهنمودی است که برای ما مانند نقشه میماند. خداوند ما را با تمام واقعیت‌هایش هدایت می‌کند و او هست که به این انسان‌ها الهام می‌بخشد. برای نوشتن این کتاب‌ها داوود در زندگیش این را تجربه کرد و کتاب مقدس گفت که این را در محتوای کتاب مقدس وارد کن و حاصل ذهن خودش نبود. بنابراین از طرف خداوند به او گفته شده و نگفت که نوشته‌ام بهترین هست. یعنی ما هم خدایمان را دعا کنیم. با توجه به حقیقت ما زندگی کردن و علاوه بر این بهترین افکارمان را انجام دهیم. پس داوود در زمان جنگ چگونه رفتار می کند؟ بیایید به سموئیل 1 آیه 18-30 نگاه کنیم. سموئیل 18-30: و بعد از آن سرداران فلسطینیان بیرون آمدند و هر دفعه که بیرون می آمدند، داوود از زمین خادمان شاول زیاده عاقلانه حرکت می کرد و از این جهت اسمش بسیار شهرت یافت. پس داوود چه کرد؟ به جنگ رفت. افراد شاول می‌خواستند با قدرت فیزیکیشان جنگ را پیروز شوند، اما داوود اطلاعات یا عقلی که خداوند داده بود را استفاده کرد. دکتر سارس، عقل سلیم چیست؟ عقل سلیم یک فضیلت است. به ما در دیدن خطرات و اجتناب کردنمان از آنها کمک می‌کند. در آنجا خطر وجود دارد و کسانی که عقل سلیم ندارند خطر را می‌بینند و ادامه می‌دهند، اما کسانی که عقل سلیم دارند ببخشید من از این راه می روم را می گویند. چرا از راه درست به دام می افتم؟ چرا این گناه را امتحان می کنم؟ شیمشون هیچ احتیاطی نداشت. بابا، این زن جوان را در تمنه دیدم. او را در تمنه دیده بود. هی بابا، این زن را برای من بگیر. اما پسرم، از اینجا زن پیدا کن.
نه نه او را میخواهم و بعد دلیلا را دید و بعد از آن نتوانست هیچ چیز را ببیند. چشمهایش را در آوردن. چقدر بی احتیاط بود. خداوند قبلا این موضوع را هشدار داده بود و امروز بسیاری از شیمشون‌ها وجود دارد. قهرمانان خداوند که بی احتیاط حرکت می کنند. خواهران، برادران، داوود از همه شاول‌ها عاقلانه رفتار کرد و نامش شهرت بسیار به دست آورد چون با احتیاط حرکت کرد. داوود اهل دعا کردن بود. از خداوند خواست که به او نشان دهد که چه باید انجام دهد. همانطور که در تصمیم گیری های بزرگ خواست، در تصمیم گیری های کوچک هم این را انجام داد. این رازی هست که به ما توضیح داد. دقیقاً چه چیزی را باید انجام دهیم؟ باید دعا کنیم. خدایا به کمکت احتیاج دارم. خداوندا به من خرد و عقل سلیم بده. خداوندا می خواهم بدانم که دشمنانم در موردم چه توطئه‌ای را در نظر دارند. خداوند در زندگی من حتی شکست خوردن یکی از زنگ ها را هم نمی خواهد. داوود در زنگ محافظت از سرش را از خدا خواست. اما در همان مزامیر داوود از خدا چیز دیگری هم خواست. به مزامیر 140 برگردیم و آیه 9 را بخوانیم. در آیه 7 از خدا این را می خواهد. مزامیر 147 ای یهوه خداوند که قوت نجات من هستی، تو سر مرا در روز جنگ پوشانیده ای. وقتی که از سرش محافظت می شود، چطور می جنگد؟ بله، می تواند انجام دهد. به صورت معنوی صحبت می کنیم. حالا آیه 8. ای خداوند، آرزوهای شریر را برایش بر می آور و تدابیر ایشان را بر انجام مرسان. مبادا برافراشته شوند. و در آیه 9 درخواستش از خداوند را ببینیم. و اما سرهای آنانی که مرا احاطه می کنند، شرارت لبهای ایشان آنها را خواهد پوشانید. خواهران و برادران، انسانهای بد افکار بد دارند. چون چیزی که در قلب وجود دارد، دهان آن را می گوید. در قلب انسانهای بد چیزی در مورد خداوند نیست، فقط افکار شیطانی دارند. همه گفته هایشان از بدی است و داوود می گوید که پدر شکست خوردن آنها را می خواهم. در آیه 9 چه می‌خواهد بگوید؟ مزامیر 149 و اما سرهای آنانی که مرا احاطه می‌کنند، شرارت لب‌های ایشان آنها را خواهد پوشانید. خدایا سرم را با دست‌هایت محافظت کن. لطفاً از من و زندگیم محافظت کن. افکارم را هدایت و در جنگ قوی کن و کمکم کن در این جنگ در جایی که باید باشم باشم و در جایی که نباید باشم نباشم. اما وقتی به انسانهای بد میرسیم، پدر آنها را با فسادی که از لبهایشان جاریست ببند. آنها بد هستند و همه گفته هایشان بد. اجازه نده فرار کنند تا افکار پلیدشان دامنگیر خودشان شود و آنها را نابود خواهد کرد. چگونه با خداوند راه بروم را باید یاد بگیرم. اگر یکی به خداوند وابسته هست به او احترام بگذارید. خدایا می توانم اشتباه کنم. من جنگ می کنم، اما در این جنگ نمی توانی هم به من و هم به پلیدی کمک کنی. من به خاطر حقانیت تو می خواهم جنگ کنم. اگر اشتباه می کنم، قبول خواهم کرد که خطا کارم. لطفاً ببخش، این موضوع را روشن کنیم. اما آنها بد باشند، می دانم که خدا مرا استفاده خواهد کرد. همانطور که گفتم، لطفاً اعمال رسولان 14 را باز کنیم. از آیه 21 شروع کنیم. اعمال رسولان 14:21 آنان در آن شهر نیز بشارت دادند و بسیاری را شاگرد ساختند. سپس به لستره و گونیه و انطاکیه بازگشتند. 22 در شهرها شاگردان را تقویت کرده، آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردند و پند دادند. باید با تحمل سختی‌های بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم. یعنی اگر خداوند در مقابل ما دری بگشاید، ما را برای کاری متبرک سازد و انجام دادن کاری را بخواهد، با سختی هایی روبرو خواهیم شد. فکر نکنید که همه چیز راحت خواهد بود. دشمن برای به مشکل انداختن ما هر کاری که بتواند انجام می‌دهد. اما ما در آخر خواهیم توانست. به نام خداوند عیسی مسیح، این پیروزی در اصل مال من است. از کجا می‌دانم که این پیروزی از آن من است؟ چون خداوند گفت. و اگر این را خداوند گفته، از الان پیروزیم به حساب می‌آید. آمین. و حالا به قسمت سوال جواب می‌رویم. دکتر
دکتر سارس، یک ایماندار چهت باید کتاب مقدس بخونند. مگه کتاب مقدس تغذیه ما نیست؟ همیشه با کلام خداوند در ارتباط بودن خوب است، اما نیاز به متعصب بودنتان نیست. اما یک زندگی عادی داشته باشین و متعصب دینی نباشین. از گفته های خداوند عیسی هر چیزی را که درک کرده ایم در تصمیم گیری های من استفاده می کنیم. همیشه باید به گفته های خداوند اعتماد داشته باشیم. بنابراین در مشکلات غرق نمی شویم. حال سوال دوم. دکتر سوارس، یه سوال. کسی که از خداوند دور هست هنگامی که سوال داره و قدرت برگشتن رو نداره، به چنین شخصی چی میتونیم بگیم؟ ما همیشه باید آنچه را که خداوند به قلبتان توصیف کرده را انجام دهیم. گاهی اوقات میخواهد کسی را سرزنش کنید. نه، ما همه اطرافیانتان مهربان باشید. کتاب مقدس میگوید که خشم انسان اصلا با حقیقت خداوند مناسب نیست و هرگز حقیقت را نمی آورد. هنگامی که کلام خداوند را باور می کنیم، حقانیت خداوند را به حرکت در می آوریم. اگر کسی از خداوند دور می شود، ما به قطع شدن ارتباط آنها با عیسی مسیح را می گوییم. خداوند در میان گفته هایش به ما خواهد گفت که آنها چه چیزی را باید یاد بگیرند. خداوند هر چه می گوید را انتقال دهید. یه زمانی شخصی با من صحبت می کرد و او از یک مشکل جدی حرف می زد. مشکل او خانوادگی بود. حال به این شخص جوزه بگوییم، او قلبش را برای من باز نکرده بود، اما من او را بغل کردم. جوزه یک فرد نمیتواند از خانوادهش بگذرد. تنها چیزی که به او گفتم تشکر میکنم، اما او را بغل کردم. برادرم، فقط بغلت خواهم کرد. به او پیام بسیار ساده ای دادم. میبینید؟ تنها چیزی را که باید انجام میدادم همین بود. نه اینکه جوزه چیزی بود، این باعث میشد که همه چیز بدتر شود. یعنی خداوند وحی را در قلب فردی نازل میکند و کسانی که به خداوند تعلق دارند فوراً آنها را انتقال میدهد. و حالا قسمت قلبتان را بکشایید. دکتر سوارس، 44 سال هستم و مشکل وحشتناکی دارم. بیش از یه سال است که نمیتونم بخوابم و با نگرانی بسیار زندگی میکنم. نمیتونم به این ترتیب زندگی رو تحمل کنم. از همه بدتر، نمیدونم چطور باید از دست این رها بشم. دکتر سوارس، من که اسیر شدم، خلاص شدنم و راه چاره چیه؟ واجبه، باید بدونم. لطفاً برای من یک راه حلی پیدا کنید. دکتر سوارس، چیکار میتونم انجام بدم؟ دوست عزیزم، یک مزیتی داری. گفتی که نمیتوانی با این مقابله کنی. این را من هم نمیدانم. انسانها با فکر کردن به این که همه چیز را میدانند، کار خداوند را مختل میکنند. پس چه باید بکنی؟ بیا از خداوند تغییر مسیرت را بخواه. داوود خواست، دعا کرد و خداوند آمد سرش را محافظت کرد. به عبارت دیگر، خداوند او را هدایت کرد، کاملا به خدا تکیه کرد و تمام تصمیماتش در هر مرحله که می گرفت و هر نبردی را که می توانست مبارزه کند را تحت هدایت خداوند کرد و از این رو هیچ شکست نخورد. نزد خداوند بیا، نمیدانی چه کار انجام دهی را بگو. هر چیزی را میدانی کنار بگذار. خداوندا، لطفاً قلبم را روشن کن. خدایا با من صحبت کن. همش باید مانند داوود برخورد کنیم، با عقل سلیم. در اصل داوود یک سیاست دیگری هم داشت که دیگر برای گفتنش زمانی نمانده. در آیه اول 144 مزامیر، مزامیر 144:1، خداوند که سخره من است متبارک باد که دستهای مرا به جنگ و انگشتهای مرا به حرب تعلیم داد. دوست عزیزم، از خداوند درخواست کن که هدایتت کند. خدایا، من چیزی نمیدانم. اگر در وضعیتی به سر میبری که استرس دارید، با کشیشی که مرد خداست صحبت کن، چون به دعایی که تو را از این استرس رها کند احتیاج داری. برای اینکه از همه مشکلات زندگیت خلاص شوی، برای همه چیزهای آینده خداوند تو را هدایت خواهد کرد. اما گفتن اینها را فراموش نکن. خدایا، دستهای مرا به جنگ و انگشتهای مرا به حرب تعلیم بده و سرم را حفاظت کن. به من کمک کن و خداوند طعم پیروزی را به تو خواهد چشانید. آمین. و همه با هم به پا خیزیم و این برنامه را با دعا به پایان برسانیم. به نام خداوند عیسی مسیح، می توانید چشمانتان را ببندید. در ایمانتان قوی شویم و دعاهای من را یکی کنیم. به نام خداوند عیسی مسیح،
پدر، به نام خداوند عیسی برای دادن مبارزه به اینجا می آییم. خدایا به تو احتیاج داریم. دستهایمان را به جنگ و انگشتهایمان را به حرب تعلیم بده. عقل سلیمی را که احتیاج داریم به ما بده. بیا و سر ما را محافظت کن. افکار خودمان و یا در اصل افکار شیطانی را گوش ندهیم. او خواهد آمد و چگونه باید تصمیم بگیریم را به ما خواهد گفت. اما نه، دست تو را می خواهیم. پدر، الان ایمانم را با انسانهایی که دعا می کنن یکی می کنم. و پدر عزیز، حالا کار کردن دستت را می خواهم ببینم. می خواهم آزادی این انسانها توسط دستت را ببینم. الان با این زنها و مردها با هم هستیم. و به تمام قدرتهای بدی دستور می دهم و می گویم شیطان، به نام عیسی مسیح اینها را ترک کن.